kolay mı aşkımı almak elimden? Bırakır mıyım sandım, pes etmem, kılıcımı kuşandım, savaşırım. Beni hiç mi tanımadın? Senin intikam peşinde, bense ellerinin boğulmaktır niyetim içinde. Gözlerinin, ben deli kişiyim, sen dur ben öleyim. Niyetini göster bana, ucundan koşarak geleyim. Ah koyu kalbim, inadımdan öpeyim. Ve حالا نوبت شیرین. هرچند تو اینو بهتر از من درست میکنی، ولی بخور ببینیم چطور شده. بهاری درسته، بعدش هم مثل گرمای تابستون، اما تو شاعرانه تر گفته بودی. اگه اجازه بدین باید یه چیزایی رو بهتون بگم. میدونم نه تنها پلینو، بلکه همه تون رو رنجوندم، همه تون رو ناراحت کردم. واقعا عذر میخوام. تو این یه سال هم شما و هم همه چیزم رو از دست دادم. من گم شده بودم. اگه دوستای صمیمی آدم و عشقش پیشش نباشن، تک و تنها میمونه. منم تو همچین شرایطی بودم. زندگی منو هر جا میخواست با خودش میبرد. یه لحظه مردی به اسم حشمت سر رام سبز شد و من فقط میخواستم نجاتش بدم. الان یه نشونه از اون روزا رو شونه من هست و باور کنین حتی زخم اون گلولم به اندازه این نبوده شما دردناک نبود. گلوله چیه دیگه ها؟ چی داری میگی تو؟ داداش باشه، گذشته دیگه، گذشته. همه اون روزای بد گذشته. ولی یه چیزی بگم، آدم به هر چیزی هم که عادت کنه، هر چیزی هم پشت سر بذاره، دلتنگیش واسه دوستاش دلتنگیش واسه عشقش هیچ وقت نمیگذره. ممکن نبود بتونم به نبودتون عادت کنم و من تو این یه سال اینو یاد گرفتم که خونه انسان جایی نیست که میره، بلکه جاییه که بهش برمیگرده.
من بعد یه سال به خونه برگشتم. سینان صبح بخیر مامان. صبح بخیر سینان. همون به ما مامان چایش سرد میشه ها. اومدم هوا. صبح بخیر شیطون. صبح بخیر پسرم. صبح بخیر مامان جون. ماشاءالله امروز کیفت حسابی کوکه. والا مامان جون بعد از این همینه. خیر باشه داداش. براتون خبرای خوب دارم. من و پلین دوباره با هم. نکنه جدی میگی؟ آره مامان. مبارک باشه داداش، بالاخره تونستی دلشو به دست بیاری ها؟ والا خیلی سخت بود ولی بالاخره موفق شدم. باشه مهم نیست دیگه، والا از همه بیشتر میدونی برای چی خوشحالم. اون مرتی که باریش دیگه پا نمیشه بیاد رستوران. نگران نباش دیگه ریختشو نمیبینیم. من برم دیگه مامان، کار دارم. اوه عشق دایی. آخ میبینم ات هلیشتن. چقدر سنگینه این در بابا. عوض میکنیم عوض میکنیم. نظره چیه ماما؟ به نظرت سهیل خانم اینو خبر دارن؟ مامانم حالا که پلین قانه شده حتما یه جوری درستش میکنه دیگه. امیدوارم. ممنونم. تخم مرغ رو قایم کردی؟ عشقم نگفته بودی بخرش؟ یعنی چی نگفته بودم؟ تو گفتی من یادم رفت بخرم. آره ببخشید یادم رفت. خیلی خب ولش کن، نمیخواد. امروز بدون تخم مرغ صبحونه میخوریم، نونم که نمیخوریم. یه صبحانه یه رژیمی خوب. خوبه دیگه، شروع کن. خیلی خب. چی شده؟ چرا احمد رفت تو هم؟ عشقم به نظرم تو اصلا نگاه نکن. آله که اینجوریه حتما باید ببینم. بده ببینم چی شده. این منظورش از این کار چیه؟ یه چیزی بگم، اگه واقعا بخواد کارشو ول کنه و به پلین گیر بده به این راحتی ها ولش نمیکنه. از الان گفته باشم پلین اونو ول کرد و سینن رو انتخاب کرد. تمام شده رفت، اینم بذاریم کنار. برش کن، اینم که تا نمیشه. آره آره همین که تو میگی. الو باریش. منم میخواستم بهت زنگ بزنم. غروب برنامه ای داری؟ نه نکنه میخوای سورپرایزم کنی. میخواستم بگم اگه میشه هم دیگر رو ببینیم هتلی. هر طور که راحتی. میخوای من بیام دنبالت بریم یه جای دیگه ها؟ نه نمیخواد بیای، من دارم میام. ببینم صدات یه جوریه پلین. جدی؟ آره. از چیزی ناراحتی؟ نه چیزی نشده. جواب پیشنهادمو کی میخوای بدی؟ غروب اومدم حرف میزنیم، الان دارم رانندگی میکنم. فعلا خداحافظ. میگه غروب هم دیگه رو ببینی. خب راجب جوابش هم چیزی گفت؟ صداش یه جوری بود ولی اگه به هم بگه نه چی؟ خب تو هم بیخیال نشده داشت چون دوباره بهش پیشنهاد بده. شاید هم میخواد همین رو ببینه دیگه، میخواد بفهمه چقدر جدی هستی. بهتر این بحث رو تموم کنیم، بالاخره غروب میفهمیم چی به چی. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر جانسو جون. همه چی مرتبه؟ مرتبه، خیالت راحت.
همگی خسته نباشی. خیلی ممنون. ممنونم. سینان اومده؟ بله اومده. حدوداً نیم ساعتی هست که اومده. داخل کارشم شروع کرده. خیلی خوبه. میرم بهش سر بزنم. پلین خانم، شما چرا انقدر خوشحالین؟ ان شاءالله که همیشگی باشه. بعد از این همینه جون سوجونم. خوش اومدی. خسته نباشی. سینان خیلی خوشگل شد. سینان واسه تو آشپزخونه چی کار میکنی؟ چی مگه؟ بذار همه ببینن بفهمن. حالا که من بهت رسیدم دیگه هیچی برا مهم نیست. چی میخواستم بگم؟ من یه خورده دیگه میرم خرید کنم، تو هم با من بیا با هم خرید کنیم. خیلی خوب میشد، اما خیلی کار دارم. باید ایمیل مردم رو جواب بدم، دفتر نشریه زنگ بزنم. تو برو، من اینجا منتظرت میمونم. باشه، قبوله. سینای امشب میخوام باریش رو ببینم و باهاش حرف بزنم. انگشترم بهش پس میدم. باشه. ببین اگه مشکلی پیش بیاد باید بد حرف بزن و اینا. نگران نباش، حلش میکنم. والا ملیه خانم، دو روز همه جا رفتم، همهشون میگن باید ارگانیک بودن محصول رو اثبات کنیم، حتما مجوز میخوان. یعنی همه زحمتامون هدر رفته؟ آره. چی کار کنیم رضا؟ میخواین این مرباهای شما رو بین در و همسایه پخش کنی؟ سهیله آقا رضا، ما نمیتونیم این مجوز رو بگیریم. یعنی فکر میکنین که گرفتنش خیلی سخته؟ هرچی باشه ما که عجله ای نداریم. غیر از اینه مهم نیست که. ها؟ مدارکش آماده میکنیم مگه نه امو رضا؟ معلومه که میگیرم. من یه لیست بگیرم بفهمم چی به چیه، یکی دو روز آمودش میکنم. بی خودی ناراحت شدین، مهم نیست این چیزا. والا نمیدونم دیگه چی بهتون بگم. آدم بزرگی مثل باری شالتینای از سنف قضا میره کنار، بعد شماها گیر دادین به مرباره. خیلی جالبه. تو داری ما رو مسخره میکنی. ببینم رضا، تو اصلا جنبه شوخی نداری نه؟ نمیشه که کار کوچیک مربای شما رو با شرکت بزرگ و سرمایه داره آنچنانی مثل باری شالتینای مقایسه کرد عزیزم. بعدش هم اون کارشو به خاطر پلین متوقف کرد، برای تحت تاثیر قرار دادن اون. میدونی دیگه اینو نه؟ حالا که سر بحث باز شد درباره این موضوع با هم حرف بزنیم. سهیل خانم، هوا جون میشه برای ما قهوه درست کنی؟ آره الان. ما توسط بچه هامون با هم آشنا شدیم، با خوشحالی اونا خوشحال شدیم، با قصه هاشون هم غمگین شدیم. یه وقت هم همدیگر رو ناراحت کردیم، یه وقت هم از همدیگه حمایت کردیم. من پلینو مثل دخترم دوست دارم. وقتی سینان رفت همیشه کنارم موند، اصلا منو تنها نذاشت، همیشه کمکم کرد. شما هم همینطور. خیلی ازتون ممنونم. شما هم سر مریضی من ما رو تنها نذاشید. من هیچ وقت یادم نمیره. ای بابا ملیه خانم، گذشته ها دیگه گذشته، بیا راجبش حرف نزنیم دیگه. بذار حرف بزنیم سهیل خانم، حرف بزنیم. میگم یه بررسی کنیم، یه مرور کنیم، ببینیم ما کجاها اشتباه کردیم. شما چیزی میخواین بگین؟ سینان و پلین مشکلات بینشون رو حل کردن. اگه بخوان دوباره با هم باشن. ملیه خانم، دختر من قراره با باریش ازدواج کنه، خواهش میکنم. سب کن سویلا، بذار ببینم ملیه خانم چی میگه، بذار حرفش تموم کنه. شما بفرمایید. این بچه ها خیلی همدیگر رو دوست دارن،
علی رغم همه مشکلاتی که پیش اومد، با همه درد سرا، بازم اونا همدیگر رو انتخاب کردن. این دفعه احترام بذاریم، مثل قبل رفتار نکنیم. میگم که کنارشون باشی. اما سینان و پلین نمیتونن دوباره با هم باشن ملیح خانوم. سایل خانوم تو رو خدا نگین، مگه ارتباط بینشون رو نمیبینین؟ انقدر قویه که هیچ کس و هیچ چیز نتونست پارش کنه. اگه یارشونم نمیشیم لااقل بارشون نشیم. قبلن خام بودن، با اشتباهاتشون، با تجربه هاشون بزرگ شدن، مسیر زندگیشون رو انتخاب کردن. یعنی میگین بچه های ما دوباره آشتی کردن؟ عشق دیگه. هیچ کس نمیتونه باهاش مخالفت کنه، هیچ کس نمیتونه مانعش بشه. پس همدیگر رو نرنجونیم، بچه هامون رو تنها نذاریم. میخوام این دفعه کنارشون باشیم. نمیتونم این دفعه تحمل کنم که با کس دیگه یه زندگی ناخواسته داشته باشم، غمگین بشم. توانشو ندارم. مخالفت نکنیم. بعد موقع است؟ نه، دارم ایمیل خواننده ها رو جواب میدم. بشین. یعنی طرفدارات دیگه؟ ترجیح میدم بهشون خواننده بگم. شنیدم خواستی فکر کنی. آره، به نظرم بهترین کاره. معلومی که تصمیمه به این مهمی رو باید بررسی کنی دیگه. ببین، من داداشم رو خیلی خوب میشناسم. تو حالا نسبت به کسی همچین حسی نداشته. واقعا تو رو خیلی دوست داره. یعنی نمیخوام سوء تفاهم بشه ها، نمیخوام تو معذوریت بذارمت، فقط خواستم بدونی. های ممنون. خب از تو چه خبر؟ خبر جدیدی هستی نه؟ نه، من که هیچی راجبش نمیدونم بابا جون. نه اسمی، نه آدرسی، نه کاری. بدونم میرم باش حرف میزنم. یعنی میره گیرش میندازی؟ آره، تو همین مایه. من از کاره نصف نیمه اصلا خوشم نمیاد. هرچی میخواد بشه بذار بشه، منطقه معلوم نیست الان کجاست. یعنی چی آخه؟ چی شد؟ دنبال چی میگردی؟ میدونی یه لحظه احساس کردم دیدمش، فکر کنم دارم دیوونه میشم. کیو دیدی؟ اسمشو نمیدونم که. نه، اینطوری نمیشه به خدا. هر وقت بیکار میشم همش به اون آدم فکر میکنم. باور کن دارم توهم میزنم. نه، این اصلا خوب نیست. خیلی خنده داره، آره میدونم، اما احساس کردم دیدمش. این از کجا پیدا شد دیگه؟ باید هرچی زودتر درستش کنم. سرکان بیا. پس چرا از اون طرف نایمدی؟ داستانش مفصله، خیلی مفصله. بگیرین اونو. ممنونم. نوشه جونتون. خب که اینطور؟ داداشت میگفت میخوای دنبال کار بگردی، چی شد؟ هنوز که تصمیم نگرفتم میخوام چی کار کنم. اونو پیدا کنم اون وقت همه چی درست میشه. قاشق رو پیشخون هست؟ آره هست، اگرم نباشه تو آشپزخونه هست. بشین میگم بیارم. نه خودم میرم، یه چرخیم میزنم.
گشنته؟ میخوای با هم نهار بخوریم؟ میشه هم به این پیغام داد. چی؟ خودشه پلین دختر، باور کن برام خوششانسی آوردی. کسی که مدت ها بود نه زنگ میزد نه پیغام میداد همین الان پیام داد، میخواد ببینت هم برم. خیلی خوب، به منم خبر بده. آه تو کی اومدی؟ چند دقیقه پیش. چطور؟ متوجه اومدنت نشدم. راننده از مسیر اشتباهی اومد، منم مجبور شدم از حیاط پشتی بیام تو. تو مهمون داشتی ظاهرن، رفت. منم راستش دوباره باید برم، چند تا چیزو یادم رفته بود بخرم، نمیخوام چیزی ناقص باشه. میرم یه ساعته برمیگردم. باشه. این دفعه تو اسم تو و اون جایی که کار میکنی و به هم نگی نمیذارم بری. خسته شدم از بس منتظر تماست موندم آقا جون. ما قرار نیست دیگه همدیگه رو ببینیم. گفتم بیای تا اینو بهت بگم. چرا آخه؟ چون من عاشق یه نفر دیگم. با همه قلب و روحم و وجودم دوستش دارم. اون وقت اون چه احساسی نسبت بهت داره؟ همون حسو. ما دوباره به هم رسیدیم و هیچ وقت نمیخوایم جدا بشیم. متوجه شدم. ببین تو دختر خیلی خوبی هستی، بی خودی وقت تو واسه من تلف نکن. ایشالله در آینده یه آدم مناسب پیدا میشه. خداحافظ. ولی آشنایی با تو واقعا خیلی خوب بود. خدا نگهدار. میخوای بری؟ آره، زودتر حلش کنم، علکی به همم میریزه چیزه. ببین پلین، من اینجوری اصلا خیالم راحت نیست. منم بیام، قول میدم دم در وامیستم. ببین اون عزیزم، خودم حلش میکنم. خیلی خوب، هر طور تو میخوای، اما تا اومدی بیرون زنگ بزن. باشه، نگران نباش. چی کار کردین؟ تونستین چیزی بفهمین؟ با کی قرار داشت؟ ازشون عکس گرفتیم. بفرمایید خودتون ببینید. به هیچ وجه ولشون نکنید. دوباره کی قرار هم دیگر رو ببینن؟ چی کار میخوان بکنن؟ همه چی رو میفهمین؟ متوجه این؟ این دفعه دیگه کار تموم سینان. که اینطور دوباره مثل قدیما شدیم مگه نه؟ دقیقا همینطوره. پس تو چرا با زخمات تو همه؟ راستش پلین
رفت فونگ رو باری شرف بزنه. منم اصلا خیالم راحت نیست. اگه اون عوضی ناراحتش کنه، ببین بلند، این دفعه دیگه بهش رحم نمیکنم. باشه داداش، الکی گندش نکن. پلین خودش حل میکنه، بچه که نیست. باشه باشه، آرومم. سلام. سلام خانم. خوش اومدی. تو میگی یا من بگم؟ تو بگو. میخواین یواش یواش بگین ها؟ میگم نمیشه یه دو دقیقه هیچ خبری بهمون ندین. میخوایم یکم استراحت کنیم. باشه، ولی خبر خوبیه، خیلی خوشحال میشین ها. بگو. باشه، پس میگم. من استعفا دادم. دوباره به اون دیوونه خونه بر نمیگردم، چون بعد از این میخوام با باشک کار کنیم. آره، بعد از این میخوایم با همدیگه کار کنیم. بعد از به دنیا اومدن بچه نسبت به شرایط برنامه‌ریزی می‌کنیم. چطوره؟ بهترین خبر ممکن بود آخرش. والا خیلی فکر فوق‌العاده‌ای بود. بهتون تبریک میگم همسر عزیزم. پلین کجاست؟ بدون اون نمیشه جشن بگیریم. چند دقیقه دیگه میاد. پس منتظرش میمونیم. قهوه میخوری؟ خوشحال شدی. بگیر. خیلی. هیچی نگو پلین. خواهش میکنم. باریش من، لطفاً به حرفای من گوش کن. اصلاً ازدواجمون رو تصور کردی پلین؟ اصلاً بهش فکر کردی؟ من خیلی بهش فکر کردم. مثلاً ازدواج کردیم، خوشبختیم، خیلی خوشبختیم. هر روز تو رو با بوسه و نوازش بیدار میکنه. بچه دار شدیم، همشون به خوشگلی تو، مثل تو فوق‌العاده. بعضی وقتا داریم تو خونه میخندیم، بازی میکنیم، خوش میگذرونیم. بعضی وقتا هم میزنیم بیرون، هر جا که شده. اما همیشه با همین، یه خونواده. خیلی خانواده خوشبختی میشی اگه زنم بشی، اگه مادر بچه هم بشی. همیشه عشق منی، ارزشمندترین چیز منی. من تو رو خیلی دوست دارم پلین. میخوام بقیه زندگیمو کنار تو و خانوادم بگذرونم، برای خوشبخت کردن تو. باریش من معذرت میخوام، ولی این آینده ای که گفتی و من فقط دوست دارم با سینان داشته باشم. بعد از این همه ماجرا هنوز عاشق سینانی؟ خیلی خوب، دوست داری بدونی آدمی که عاشق شیکیه؟ باریش لطفاً دوستانه از هم جدا بشی. یه نگاه به این عکس ها بنداز. اون سینانی که اینقدر دوستش داری و داری ازش حمایت میکنی، برای انتقام گرفتن از من از خواهرم سوء استفاده کرد. نگاه کن. هنوز داری آیندتو با سینان میبینی؟ تو چه جور آدمی هستی؟ اون همه حرف به هم زدی بعد با خواهر باریش؟ هلی، اونطوری که تو فکر میکنی نیست. چی نیست سینان، چی نیست؟ بگیر دیگه. این عکس ها همه چیزو بازگو میکنه، لازم نیست من چیزی بگم. پلین، میشه به حرفام گوش بدم؟ من چیو گوش بدم؟ چیو گوش بدم؟ سینان، من چی کارت کرده بودم؟ آخه چرا اینجوری میکنی؟
چرا هر دفعه به هم ضربه میزنی؟ گفتی اومدم، گفتی برگشتم، چرا؟ برای ناراحت کردنم، برای بیشتر خورد کردنم؟ آدم این کارو با دوستش که هیچ، با دشمنش هم نمی کنه سینان. اگه قبلی اشتباهی تو بود، این اشتباه منه. به یکی مثل تو اعتماد کردم، دوباره باورت کردم. برو بیرون، هم از اینجا، هم از این شهر، هم از زندگی، برو بیرون، برو. بلین، حتی اگه بمیرم نمیخوام یه بار دیگه ریخت تو ببینم، فهمیدی؟ به هیچ وقت. بلین کاش گوش میکردی، داری از سینان حرف میزنی. میگفتی دیگه اشتباه نمی کنه، اهلش نیست. ببین کرد. بلش کنی. داره. خب دلیلش چی بود؟ چی بهت گفت؟ هنوز عاشق اونی پلین جون. میدونم میخوای عصبی بشی، ولی کاش گوش میکردی. باشک میشه ولش کنی، حتما یه چیزی میدونه دیگه. میگی یه بار میتونه ناراحتم کنه، بار دوم بهش اجازه نمیدم. بعدش نمک میپاشه روی زخمات، اون وقت میدونین چی میشه؟ از بار اول بیشتر دردت میاد. Thank you.
پلین جونم، میگم بیا بریم یه جایی یکی دو لقمه غذا بخور ها؟ نه عزیزم ممنون. عشقم من برات از اون کوکوها که دوست داری درست کنم. دختر رو واقعا اشتها ندارم. پلین دنبالت بودم، گفتن اومدی ساحل، گفتم یه سری بهت بزنم. بیا تویگو بیا 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 بشین، بیا تو بشین. پیشنهاد داداشم رو رد کردی؟ آره بهترین راهش همین بود. پلین جون ببین، من نیومدم اینجا که ازت دلیلش رو بپرسم. راستش به این راحتی ها به آدم ها عادت نمی کنم، ولی واقعا از تو خیلی خوشم اومد. هرچی بین تو و داداشم پیش بیاد برام مهم نیست، بازم دوست دارم که باهات دوست باشم. معلومه عزیزم، چرا که نه. موضوع منم تموم شد فعلا. اون پسره یادته؟ دیروز بعد از فیلیا رفتم ساحل دیدمش. منو صدا کرده بود که به هم بگه با عشق سابقش آشتی کرده دوباره. بهت گفته بودم که یه همچین موضوعی تو داستان زندگیش داره. خیلی عمیق‌تر از چیزی بود که فکر می‌کردم. میدونی اون پسره نمیتونه با کسی به غیر از اون دختره باشه. ولی واقعا دمش گرم. خیلی صادقانه همه چی رو به هم گفت. گفت دیگه نمیتونم ببینم دویگو. راستش ناراحت شدم، یعنی این تو ذوقم خورد. ولی بعدش میدونی خوشحال شدم. وقتی بهش نگاه کردم باورم بهش خیلی محکم تر شد. با خودم گفتم هنوزم هستن کسایی که واقعا عاشق میشن. اگه گوش نمیکنه نکنه، دوباره براش تعریف میکنم. این دفعه اجازه نمیدم تقدیر از هم جدامون کنه. من نمیتونم یه بار دیگه پلینو از دست بدم. زندگی یه بار با آدم شانس میده. تلفنتو بده. بده من. باید به پلین زنگ بزنم. تو الان تلفن منو میخوای چیکار؟ آخه اگه من زنگ بزنم جواب نمیده. زود باش. آره. جواب نمیده. خب ولی خودش یکم دیگه به هم زنگ میزنه، مهم نیست. درسته که زنگ میزنه اما من نمیتونم منتظر بمونم. میشه سویچو بدی؟ بگیر تو برو، ما با بلند. آره آره تو برو. بس دوباره زنگ بزن. الو بلند، منم میخواستم بهت زنگ بزنم. میدونی سینان کجاست؟ یکم پیش زنگ زدم جواب ندادی. گوشیم رو سایلنت بود. کجاست؟ خبر داری؟ تو اول بگو خودت کجایی، من اونو پیداش میکنم. باید همین الان باهاش حرف بزنم. آره به نظر منم بهتره حرف بزنی، خیلی خوب میشه. دیروز به حرف من و سینان گوش نکردی. من میخواستم برات توضیح بدم ولی سینان همین چند روز پیش از طریق من فهمید اون دختر خواهر باریشه. واقعا نمیدونست. بهش گفته دیگه نمیتونم ببینم. ات گفته من کس دیگه ایو دوست دارم. بلند من چیکار کردم؟ خیلی اشتباهی بزرگی کردم. باید خیلی زود پیداش کنم. خیلی خوب باشه، من پیداش میکنم. میگم بیاد پیشه. تو الان کجایی؟ بگم سینان کجا بیاد. فیلیا بگو بیاد. فیلیا خیلی خوب باشه باشه، میبینمت. اینجا سینان من دیشب ساکت، هیچی نگو. چون قبل از اینی وجود نداره، الان هست، اینجا هست، جایی که همه چی شروع شده و جایی که قسم میخورم پایانی نداره. دوستان ما هیچ وقت تموم نمیشه، مگه نه؟ هیچ وقت تموم نمیشه چون داستان ما به قشنگی و پاکی گل بهار نارنجه.
kolay mı aşkımı almak elimden? Bırakır mıyım sandım